سلام و برعکس دوستشتنی به سرکارچی هستم و خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه. بچه اول از تو عذرخواهی بکنم که داخل ماشین ویدیو میگیرم، مینی کارشی از صبح. اینکه ویدیو هم دیر دارم میزنم دلیلش اینه، یعنی گلا بروتو هرچی میخورد بالا میاورد و دیگه درگیر دکتر بودم، نتونستم واسه ساعت 6 ویدیو آماده کنم، به خاطر همین یه مقدار دیرتر شد. نمیخواستم بذارم، میخواستم برای 11 شب بذارم، ولی نمیخوام نظم چنلم به هم بخوره، خیلی رو مخمه. ویدیوی میلاد فانتوم نمیدونم پابلیک شده، این ویدیو رو دارید میبینید یا نمیبینید. یه ویدیوی پوشکاپ یکی در میون با میلاد فانتوم گرفتیم، اگه ندیدید حتما ببینید. با دریل زدم، خیلی خفن شد بچه ها، خیلی ویدیوی خفنی شد. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا مچ زدم. این آخریه رو ببینید پشماتون میریزه، یعنی ببینید من چجوری بهش باختم. میخوایم با دریل بازی کنیم. یه خورده در وا کنم، گرمه این حقیقت. من با دریل بازی کنم، درست لیول همون پایینه ولی زیاد برام مهم هم نیست، ببازم هم زیاد برام مهم نیست، صرفا که خیلی ترکیب خوبیه انصافا. و بریم سراغ مچ اول، امیدوارم ویدیو خوبی بشه. یه گودلاک بهش میدیم بچه ها، مؤدب، ادب و احترام به حریف. حرف اول و آخر رو میزنه تو ویدیوهای کارشی، یعنی شما باید اینقدر فکر کنم دریله. بله، بهترین فرصت واسه انداختن اینه، چون هم بمبش انداختم هم نایتشو. او نه، لاواه. خوبه، گالن پامپه. گالن پامپ است. نه نه، عجله نکنی رفقا. این احتمال اینکه اسپل وید هم داشته باشه هست، پس ما باید اینو بلاک کنیم. اگر زد باید اینم بزنم. به نازم دفاع خوبی بود، یعنی دفاعی که میتونیم اگر میتونست تاور بره، اینقدر دفاع خفن بود. خب من اتک میدم رفقا. بذار اینو بذارم اینجا. یکا رفتم بچه، نباید ابیلیتی میزدم انصافا. بله بنازم خداییش بچه، بد بازی نکردم، بلد نیستم بزنم، بد بازی نکردم. هرچند یه دونه گلم زدم انصافا با چیز، بومبرم هم ضعیفه. ببین بومبر اِوولوشنم هم ضعیفه، کلا لولام 14ه. اصلا به خدا نمیادم بازی کنم بگم
من چون لولم 14 دارم میبازم و اینا، نه واقعا اینجوری نیست. خب دوست ندارم با بالون بازی کنم، خدا شاهده دوست ندارم، اعصابم خورد میشه. الان با اینکه به این باختم، اگه با بالون بودم خیلی فشاری میشدم بچه‌ها، خیلی فشاری میشدم. خب خوبه این تورنیدو هم داره، این تورنیدو هم داره آقا سیده عزیز. یه دونه چون بیلدینگش معمولی ها، انم یه پنجش خوشه آقا سید، انم یه پنجش خوشه. انم یه پنجش خوشه. نمیخواست، بد بازی کردم اینجا رو، بد بازی کردم. اشتباه کردم بچه ها، یکیو میزنه بومبر. خوبه ای بابا، باختیم اینو متاسفانه. بزن بزن بنازم
بنازم گاییدمش بچه با لول 14 خداییش خیلی ستمه، انصافا ستمه بچه. سکوت کردم به خاطر اینکه واقعا خیلی هم گرمه، میبینید صورتمو. سکوت کردم به خاطر اینکه بچه بذار اون شیشه رو باز کنم هوا بیاد تو. نمیخواستم بهش ببازم، زورم میومد به این ببازم به خدا. نوسه شرایط ویدیو گرفتن من رو ببینید خدا، باید یه فکری بکنم. خیلی بگاهی شد. چرا دوتا اومد بیرون؟ اینم نمیخواست. ببین این تجربه، نداشتن تجربه تو ترکیب خیلی تاثیر داره. البته هول کردن هم بستگی داره، من هولم میکنم. ما سوای بحث تجربه نباید هولم بکنی تو گیم. باختم بچه ها، نمیشه کاریش کنیم. باختم، خیلی زد بود یارو. تا بد بازی کردم رفقا، با ترکیبم نمیدونم چی مکس کنم رفقا، خدا نمیدونم چی مکس کنم. ترکیبش نگاه کن خدا وکیلی، به خدا برید ویدیو میلاد فانتو ببین من چقدر تمیز بازی کردم. اصلا میام تو ویدیو نمیدونم چرا اینجوری میشه. مهمم نیست برام، میذارم بابا. من دیگه رویال واسه پیشرفت بازی نمیکنم، بازی میکنم که ویدیو بذارم. یعنی الان هدفم، یعنی شما اگه تو آخر سیزن من تو لیگ 9 باشم واقعا دیگه تخمم هم نیست. یعنی به این درجه رسیدم. چون هرچی هرس خوردیم فایده ای نداشت. رویال انصافا هرچی هرس خوردیم توش فایده ای نداشت. خدا گرما دارم میمیرم. خوبه، دمیج خوبی دادم. اگه اتک نده به نفع منه، اون ابیلیتیشو بزنه به نفع منه، اون دمیجشو میده دیگه، نمیتونستم کاریش کنم انصافا. یعنی میخواد بتس بریزه. نه عجله نمی کنم.
دیگه انم یه پنجش خوشه. یه بار این گورو خوردی خندیدیم یه خورده دمیج خوردیم. قرار نیست هر دست اینجوری باشه این کارو نکنی یا باشه؟ بودو خونتون بابا. بود خونه بابا سیکشتیر کن بابا لش گوشت سیکشتیر خونه نگاهیدم بابا. بریم برای مچ بعدی. گرما بیشتر از باخ رو مخمه، یعنی الان مستعد اینم که رفقا این میخواد بوگ بندازه بعدش. ترکیبایی رو هم بخوره این که این لول 14 رو مخمه. اگر آلی دیگه 90 اکسیر اینجوری هدر بدم نمیخواست. خب این میذارم دمیج چه بده. چقدر دارم بد بازی میکنم. فکر کنم تسلای ایوو بیشتر به کارم میاد. بزن
دارم بد بازی میکنم، من دارم افتضاح با بد بازی نمیکنم، دارم افتضاح بازی میکنم. این بده. میخواد ببین میدونم میخواد چه گویی بخوره که کام بازی رو بل کرد، ولی من گولشو نمیخورم. ببین اصلا گول اینا رو نخورید، یه ارو هم میزنم کیر بودو خونه. گولشون رو نخورید رفقا، اصلا گول این آدم های قرمساق رو نخورید. اینا از قصد بعضیه چون ترکیبشون تو اکسیر سه برابر فوق العاده خطرناک میشه، از قصد این کارو میکنن. درسته شما از سر پل اتک میدی کلی اکسیر ازش میکشی، ولی ضد حمله میخوری، خیلی ایزی ضد حمله میخوری. بریم سراغ مچه بعدی. به این قلق داره این ترکیبی که من دارم الان باش بازی میکنم. البته الان رولکس داره با جاینت میزنه، کلن رولکس داره با جاینت میزنه خب، ولی کلن این ترکیب قلق داره، سیکیم خیاری نیست. الان بومبر ایوو رفته دیگه، آنچنان کارایی نداره این ترکیب. اوه میدونم چیه. گالم پامپ. آخ آخ دیگه انداخته. دمیج به قاعده ای دادم، احتمال اینکه جلو این حرکت خاصی بزنه هست، مثلا بربر ایوو بندازه. نه ننداخت. بذار 4 تا فری دمیج بدیم، هرچند لول این 14ه. بگا رفتم بچه ها، بگا رفتم. بچه ها بگا رفتم. تمومه کار گودگه. الکی دیگه بازی نمی کنم به خاطر اینکه فایده نداره. گودگه اینه. میدید برای چی؟ اگه دراگه میخورد من میزدمش اینو. دراگه نخورد. هیلر رو انداخت، تعلل کردم، مهم نیست. آخه لول کوفتی هم 14ه، مثلا تسلای من لولش 14ه، مهمترین کارت من لولش 14ه، کارت دفاعی. کارت مکس نمی کنم من، تا 10 روز مونده به آخر سیزن با همین لولای 14 میزنم، تو لیگ 9 میزنم، زیاد برام تفاوتی نداره، لیگ 9 با 10 برای بنده فرقی نداره، من هدفم تولید محتواست. بعدم بازی نمی کنم با این دیگه، انصافا بد بازی نمی کنم باش، در حد کسی که ترکیب تخصصیش نیست دارم خوب بازی می کنم. اگر
درای افتاده بود من اینو میزدم، یعنی تمام بود کارش، تاورش دمیج کرده بودم تمام بود. هیلر بعد افتاد روشو ببین اتک تمام دیگه، ادامه اتک اشتباس. خب ببین شانس منو میبینید؟ شانس منو میبینی؟ دقیقاً زمانی داره دش میکنه، باختم دیگه، باختم. دقیقا زمانی دش میکنه که میخواد بپره که من اسکلتو ریختم. بابا وایسا یه دقیقه سر جات به تو مرگ، شاید ما خواستیم یه گویی بخوریم تو این گیم. کیر خر باختیم بچه، متاسفانه باختیم. باختیم، نمیشه بزنش. مگانایت ما رو گایده. بچه امیدوارم لذت بود. نبذار یه بچه دیگه بزنم 30 دقیقه بشه. زیاد برام مهم نیست، برگردم الان اول لیگ تا آخره به قرآن به جان ایوام. اصلا دیگه رویال برام یه زمانی تو ویدیوام کامل اینو حس میکردی، واقعا برام مهمه پیشرفت کنم. الان دیگه تخمه هم نیست چون آینده ای نداره، رویال آینده ای نداره که. رویال هیچ آینده ای تو ایران نداره. من دلم به حال اون یوتیوبرای تازه کار میسوزه انصافا. به چه امیدی اومدن تو این کامیونیتی؟ البته حق میدم، فهم میکردن خیلی خوبه، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. من یعنی اکانتم بند بشه میرم، یعنی ویوی چنلم بشه صفر، تغییر محتوا میدم دیگه، اکانت نمیخرم. مردیم اگر هیچ بدبختی مثل من ویدیو نمیگیره، حسابشو بگوید من هیچ چاره ای ندارم. میذارم کانکچه میذارم کانکت بشه، بعدش میندازم که چون اسکلت ایمون نرف شده. اینم باز ولش میکنم، اینم کاریش ندارم. یعنی یه شات بزنی یا من نوکرتم، یه شات بیشتر نمیخوام، نمیذارن که.
بازم ارو میزنم، چیز میزنم، پویزه میزنم، اینا رو فقط باید دفاعشون کنم. پویزن این میزنه منو بچه ها. باید ارومو بزنم رفقا، باید بزنم. بگاهی میاد بچه ها، باخت. امیدوارم لذت برده باشید بچه ها. ویدیو رو حتما لایک کنید، خیلی مخلصتونم نشد دیگه. مثلا ویدیو بعدی با یه ترکیب دیگه میزنم، با لاوا میزنم، مثلا تو همین لیگ نو، اولی لیگ نو همه رو ببازم، اصلا برام مهم نیست. و ترکیب بگید، ترکیب تو کامنت ها بگید، با هر ترکیب بگید با همون ترکیب میزنم، چون دیگه هدفم که این نیست که بیام توی تالار شهرت یا بازی کنم بیام تو رنگ و اینا، نه صرفا هدفمون یه گیم پلی و خودمونو محک بزنیم. اورنجویس با 2.5 میلیون ساب داره همین کارو میکنه، داره پول پاره میکنه، من کسخالم بیام اینجا فشار بخورم. خیلی مخلصتونم، فداتون بشم. یه علی مدد، خدافظ.